سلام یکشنبه 22 آذر 94 دسامبر 2015 میلادی در مورد چهار موضوع امروز صحبت میکنیم موضوع اول اینکه 6000 کارگر کارخانجات پتروشیمی مجموعه خلیج فارس که از 14 آذر ماه دست به اعتصاب قضا زدند و نهار رو نمیگیرند و نمیخورند خواستشون این است که بعد از خصوصی سازی این کارخانجات ارتباط اونها به در لحاظ بیمه و بازنشستگی با وزارت نفت قطع شده و خواستار این هستند که به وضعیت استخدامی قبلی در واقع برگردن اما آقای زنگنه وزیر نفت در نامه‌ای که کارگران نوشتند اون رو ارجاع داده به وزیر کار و گفته چون این شرکت ها خصوصی سازی شدن بنابراین دیگه به وزارت نفت ربطی نداره کارگران تهدید کردند که اگر به خواستشون رسیدگی نشه از دو هفته دیگه تشکیل زنجیره انسانی خواهند داد و عملا کار این مجموعه های بزرگ پتروشیمی متوقف خواهد شد اما روزنامه کیهان در اقدامی عجیب عنوان کرده که در همایش در خصوص حضور زنان در مجالس ایران خانم رهنورد حضور داشته دروغی که در واقع به نوعی انکار حسر چندین ساله بانوی سبز جنبش ایرانه و کیهان معلوم نیست چرا دروغ به این آشکاری رو اینطور مطرح میکنه اگر چه ظاهرا جزو طبیعت و ذات این روزنامه دروغگویی است در کلن آلمان هم درخت آزادی امسال در روز جهانی حقوق بشر به نام دکتر محمد ملکی و خانم نرگس محمدی کاشته شد که این آقای دکتر ملکی با ارسال پیامی از این اقدام تشکر کرده و در اون مسائب حقوق بشر در ایران رو برشمرده و آرزوی ایرانی آزاد و آباد رو کرده آقای دعایی هم بعد از نافرمانی مدنی بسیار درستی که انجام داد و اقدام به درج خبر و عکس آقای خاتمی کرد و مورد حملات شدید جناهای اصولگرا قرار گرفته در نوشته جواب سعدالله زارعی سردار سعدالله زارعی تحلیلگر کیهان و جناح اصولگر را که در خبرگزاری فارس به دعایی حمله کرده بود داده و عنوان کرده که نامه ای رو خطاب به آقای خامنه ای نوشته و در اون سجایای اخلاقی آقای خاتمی رو برش مرده و آقای خامنه ای هم گفته او هم موافقه ولی مثل آقای دعایی نرم فکر نمیکنه نوشته مثل تو فکر میکنه ولی نه به نرمی تو و عنوان کرده که آقای خامنه ای موافق درج اخبار آقای خاتمی است و او کارش رو ادامه خواهد داد اگرچه ممکن است عکس آقای خاتمی رو چاپ نکنه البته شخصا فکر میکنم آقای خامنه ای اگر دستور قوه قضایی رو که در سطح آقای اجه و غیرو هم اون رو تایید کردن باهاش موافق نیست که نهایت بی اوست که جلوش رو نمیتونه بگیره و اگر موافقه اینجور نامنگاری با آقای دعایی در واقع ناشی از دروی آقای خامنه است که البته مسبوق به سابقه است در بسیاری زمینه هایشون این گونه عمل کردیم موضوع دوم اینکه در پاریس 195 کشور دو هفته کار فشرده داشتند و خوشبختانه سند نهایی به امضا رسید موفقیت بزرگی که در مقابله با گرمایش زمین و مصائبی که به دنبال خواهد داشت روز تاریخی باید محسوب بشه رهبران کشورهای دنیا توافق کردند که تا آخر این صدد گرمای کره زمین رو دو درجه کاهش بدن و عملا همه متعهد شدند که تولید گازهای گلخانه‌ای رو کم بکنند بزرگترین تولید کننده چین بعد امریکاست بعد کشورهای دیگه قرار دارن ایران هم یک درصد تولید گازهای گلخانه ای در بین ده کشور اول قرار داره اما آقای اسحاق جهانگیری به ترکیه رفته تا با آقای اردوغان صحبت بکنه صحبت هایی که عملا کوشش دولت روحانی برای کاهش تنش با ترکیه است اگرچه آقای اردوغان گله کرده در همین دیدار با آقای جهانگیری هم که مطبوعات ایران به شخص او و خانواده او توهین کردند و از پاسخ آقای روحانی که گفته بوده مطبوعات در ایران آزاد هستند هم قانع نشده و گفته همه میدانند که مطبوعات تا چه حد در ایران در واقع وابسته هستند البته فل جمله ایشون گفته زمنان آقای اردوغان عنوان کرده که از داخل عراق اگر ترکیه تهدید بشه در دفاع از خودش ترکیه درنگ نمیکنه وارد عراق میشه و عراق هم رسما اعلام کرده که به شورای امنیت سازمان ملل شکایت خواهد کرد آقای لاروف وزیر خارجه روسیه هم پشت عراق در اومده و گفته که روسیه از تمامیت ارضی عراق پشتیبانی میکنه به حال در تنشی که در منطقه بین ترکیه و روسیه و حالا عراق ایجاد شده ایران داره سعی میکنه از تنش کنار بیسته برای اینکه ترکیه دروازه ایرانه و اگر مشکلی پیش بیاد در همه زمینه ها ایران دوچاره مشکل خواهد شد به خصوص زمینه های تجاری هم و نقل و غیره آرژانتین هم رسما اعلام کرد دولت جدیدش که توافقی که دولت قبلی بر سر پرونده آمیا انفجار در مقر یهودیان داشته دیگه قبول نداره و دستور رسیدگی به این پرونده که رهبرانی از ایران متهمین اون هستند صادر شده پرونده که چندین سال طول کشیده و حتی یک قاضی کشته شده اما آقای کمرون نخست وزیر بریتانیا نامه ای رو خطاب با آقای روحانی نوشته و از او خواسته که کمک بکنه بازرگان 76 ساله ایرانی بریتانیایی به نام آقای کمال فروغی اه اه به دلیل کهولت سن آزاد بشه او هشت سال زندان به اتهام جاسوسی محکوم شده که چهار سال اون رو گذرونده امریکا هم اعلام کرده که داعش نفت رو که از سوریه استخراج میکنه در مناطقی که در کنترل داره هم به ترکیه میده هم به کردها و هم به دولت سوریه گفته میشه داعش از این محل و محل های دیگه بیش از یک میلیارد دلار در سال درآمد داره در عربستان سعودی هم برای نخستین بار انتخابات شهرداری ها, ها توانستند کاندیدا بشن که قدمی به جلوست اما در عربستان کماکان زنها از بسیاری از حقوق حتی رانندگی محروم هستند موضوع سوم که رئیس اتحادیه تلافروشان عنوان کرده آقای کشتی که در سال گذشته سال 93 588 واحد سنفی تعطیل شدند و در سال 94 شش ماهه اول فقط بیش از 630 واحد تعطیل شدند از جمع 2850 واحد در کل کشور او علت این کار رو فقر مردم نداشتن رکود اقتصادی و نداشتن استطاعت خرید طلا و جواهر و غیره دانسته که عملا باعث شده که این واحد های سنفی بیکار بشن و قربانی رکود و تعطیل بشن اما موضوع آخر اینکه جناب احمد خاتمی امام جمعه تهران فرمودند که جریان نفوذ کنسرت موسیقی به راه میاندازد و ایشون گفتند خداوند مخالف این کنسرت هاست اندکی صبح سحر نزدیک است تا فردا شاد پیروز موفق و سرفراز باشید به با امید پیروزی ایران و ایرانی